بحران و جنگ گرگ‌ها در مجلس ارتجاع، بر سر بازگشایی مدارس و حملات باند غالب به روحانی. به اسم اجبار و پول سرویس و لباس هر هزینه‌ای خواستند گرفتند و بعداً گفتند حالا دیگر اجبار نیست. دانش آموزان و معلمان در معرض خطرند. در ارتباط با وضعیت دانش آموزان ببینید، همین اول مهر ما گفتن اجباری هست حضور، دانش آموزان کشوندن به مدرسه به اسم اجبار و پول سرویس، پول لباس، هر هزینه خواستن مدارس غیر انتفاعی یا انتفاعی گرفتن و بعد گفتن حالا دیگه اجبار نیست، هر کس خواست بیاد خواست نیاد. احساس میشه واقعا توجهی به آموزش و تعلیم و تربیت نیست، بلکه هدف این بود که همه خانواده برن ثبت نام کنن، پول هرچی که مدرسه میخواد بدن و بعدن هم حالا خودیخ شما خواستید بیاد نخواستید نیاد. این متاسفانه در شأن آموزش بربرش نیست. ستاد کرونا، تصمیم گیری ها و اقداماتی که انجام میده رو نگاه کنید. دو هفته، سه هفته محدودیت، بعد بازگشایی بدون دلیل. مدارس رو الان باز کردند، بچه های مردم و معلمان در معرض خطرن، اما هیچ کس پاسخگو نیست. وزیر اعلام میکنه، رئیس جمهور با خنده اعلام میکنه که آقا هر کس نمیخواد نره مدرسه، یک سال ترک تحصیل کنه. این شد شیوه حکمرانی مطلوب در این کشور؟ حکمرانی مفید و مطلوب یعنی آن که شما بتونید برای مردم خودتون آسایش، آرامش، رفاه و پیشرفت رو در این کشور متحقق کنید.